سلام، وقت شما بخیر همراهان عزیز. ممنون که با این قسمت همراهمون هستید. همکار عزیز من خانم خدابنده لو مهمان گرامی هستن که امروز این افتخار رو داریم در خدمتشون گفتگونو با هم دنبال بکنیم. همونطور که مطمئنم تعداد زیادی از شما با خانم آشنایی دارید، خانم خدابنده لو رو با کارهای استتیکشون میشناسیم و با آناتومی های دقیق و دیدنیشون. خانم خیلی خوشبختم در خدمتتونم، خوشحالم که این فرصت رو در اختیارمون قرار دادید تا شنونده مسیرتون باشیم. پیش از گفتگو خواهش میکنم یه سلام علیکی با مخاطبینمون داشته باشین و بعد گفتگومون رو با هم دنبال بکنیم. خیلی ممنون از دعوتتون. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکارانتون که برنامه ما رو تماشا میکنن. خب تو ابتدای ویدیو یه معرفی کوتاه رو از شما مخاطبینمون دریافت کردن، اما طبق معمول میخوام از زبان خودتون روایت خودتون رو از مسیر کار حرفه‌ایتون، از زمانی که رشته دندانپزشکی رو انتخاب کردید برای کار حرفه‌ایتون تا به امروز بفرمایید لطفا. من فارغ التحصیل سال 83 هستم. علت اینکه این رشته رو انتخاب کردم، قشنگ یادمه که از سال سوم ابتدایی که درمان ارتودنسی انجام میدادم علاقه من شده بودم به این رشته. یعنی این یک، یعنی همیشه فکر میکردم که مثلا خب برای من رشته دندانپزشکی رشته خیلی لوکس و جالبی بود و همیشه، یعنی هیچ وقت نظرم عوض نشد. یعنی دقیقاً تا زمانی که فارغ التحصیل بشم دیپلممو بگیرم همیشه فکر میکردم که من باید دندانپزشک بشم. که حالا در ارتباط با مسیر کاریم، از سالی که فارغ التحصیل شدم تا به الان که در خدمت شما هستم تقریبا میتونم بگم بدون وقفه کار کردم، به جز 18 ماه این وسط، یک سال و نیمی که اونم حالا بنا به دلایلی بین کارم در واقع فاصله افتاد. و جالب اینه که من چه در دوران دانشجویی چه حالا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم عاشق جراحی بودم. یعنی هر جا که خون و تیغ بیسوری بود توی دانش، توی بخش، من تو اون بخش بودم. یعنی یا تو بخش جراحی بودم و یادمه که حتی پایان نما با بخش پریو برداشتم آقای دکتر قاسمی. و اون موقع یادمه که توی دانشگاه خب خیلی به ما اجازه جراحی نمیدادن، ولی یکی از اساتید جراحی آقای دکتر لاسمی هر بار که جراحی داشتن یا میدونستن که من خب خیلی علاقه‌مندم، منو صدا میکردم، من عدشون وای میستادم و نگاه میکردم و یاد میگرفتم ازشون. حتی یادمه به وقتی که حالا فارغ التحصیل شدم همش دنبال این بودم که مثلا بتونم یه جایی برم که خوب جراحی بکنم، که تر هم اون موقع منو انداختن هشگرد و توی هشت گرد، یعنی حالا اون موقع با عنوان استان ساواک بلاق بود که نظرآباد هم جزوش بود. وقتی که منو فرستادن اونجا به من گفتن که شما باید بری پیش آقای دکتری که مسئول فنی اونجاست، شاید اگر مثلا حالا باهاش صحبت بکنی تو رو مثلا جای خوبی بندازه، نزدیک بندازه، خیلی جای دوری نندازه. چون حالا یه جای خیلی پرتی بود که خب به هر حال همه خیلی دوست نداشتن که اونجا برم. من وقتی که رفتم با ایشون صحبت بکنم، یه آقای دکتر جوونی بودن که قشنگ یادمه که آستینای بالا زده، دستای چاقو خورده، تتو روی دستاشون. یعنی من وقتی رفتم با ایشون صحبت کنم به من گفتن که تو اصلا بیا همینجا توی ستاد کار کن، یعنی توی اون قسمت اداری. و من چون عاشق کار بودم خب دوست نداشتم، گفتم نه من دوست دارم کار کنم، دوست ندارم کار اداری انجام بدم. بعد گفتن که نه همه دوست دارن بیان اینجا توی طرح که خب فقط یه حقوق ثابت میدن، شما درآمدی ندارین، همه دلشون میخواد بیان کار اداری انجام بدن، ما قبول نمی کنیم و اینا. گفتم نه من دوست دارم یه جایی برم که کار کنم و جراحی انجام بدم. و جراحی انجام برم. بعد دیگه دیدم من اینطوری میگم، گفتن که خب اصلا شوخی کردم باهاتون. منم همون لحظه خب یه دختر 23-24 ساله جوونه خیلی نپخته برگشتم، خب من که با شما شوخی ندارم. همین حرف من باعث شد که ایشون من انداخت در دورترین منطقه هشگرد به اسم سید جمال اسدآبادی که هیچ کدوم از آقایون حاضر نبودن اونجا کار کنن. چون یه منطقه بودش که خب افراد ادیکت اونجا زیاد بود. یعنی من قشنگ یادم پشت در درمانگاه پر از سرنگای تزریق بود، احتمال ایدز و هپاتیت اونجا خیلی زیاد بود، کنترل عفونت خیلی خیلی ضعیف بود. من به هر حال رفتم اونجا، ولی خب دوست داشتم چون خیلی پرمریض بود. و هیچ وقت یادم نمیره من از لحظه‌ای که اونجا وارد شدم، یعنی شروع به کار کردم، یادمه که خب بیشتر ما اونجا فقط دندون کشیدن داشتیم، اجازه خب خیلی کارها به ما نمیدادن، ولی من میتونم بگم توی طرح هم خیلی چیزا یاد گرفتم، تقریبا میتونم بگم همه کار کردم.
حتی یادمه که کتاب پیترسون رو گذاشته بودم، بعد این الیواتورا رو قشنگ اون حرکت الیواتورا که چجوریه، چجوری این دندون رو بکشه، چجوری جراحی کنی. من فقط دلم میخواست یه کیسی به من مراجعه بکنه که مثلا هوریزنتال باشه، نهفته باشه و بتونم اینا رو آره اونجا. خیلی تجربه خوبی بود، یعنی یادمه که تقریبا همه کار کردم، حتی اندو اونجا به خاطر اینکه ما دستگاه رادیوگرافی نداشتیم اجازه اندو خب نمیدادن به طرحیا، ولی من یادم گوتا میذاشتم، پانسمان میکردم، مریض رو میفرستم رادیوگرافی تا مثلا جلسه بعد برگرده بتونم این کار انجام بده. به هر حال یه کمی سخت بود و یه مسئله هم که بود، حالا نسبت به الان خودم خب سنم هم خیلی کم نشون میداد، شاید الان هم همینطوره. یه خاطره که یادم میاد تعریف کنم، یادمه که یه دفعه ظهر پنجشنبه بود، من داشتم آماده میشدم برم، بعد یه دفعه یک دیدم بیرون خیلی سر و صدا و داد و بیداده، فهمیدم که یه آقای اومده دندون درد شدید داره و داره میگه که باید دندونمو بکشین، و اون پرسنل اونجا داشتن ایشونو هی نگه میداشتن که نه دیگه تایم آخر خانم دکتر دارن حاضر میشه بره و اینا نمیشه، ولی همچنان ایشون داد میزد. یهو دیدم اومدن تو اتاق من و گفتن که خانم دکتر اینطوری یه نفر اومده، اصلا هر کاری میکنیم نمیره بیرون، میگه نه درد دارم، باید هر جور شده ایشون دندون منو بکشن، و نمیدونست اصلا پزشک اونجا منم. من بهش گفتم که بهشون گفتم حالا اشکال نداره بگیم بیان تو. به محض اینکه این آقا وارد شدن، یه آقای خیلی حالا تقریبا مسنی بودن، به محض اینکه وارد شدن یعنی با همون سر و صدا و داد و بیدادی که بیرون کرد، همینجوری که درو باز کرد، من یادم داشتم تون تون دکمه مانتوم میبستم که ببینم چی، همین نگاهشون کردم گفتم خب بفرمایید بشین. یهو یه نگاه به من کرد انگار مثلا بهش یه مسکنی تزریق کرده باشن، یهو با اون همهمه‌ای که وارد شد یه لحظه سکوت کرد، یه نگاه به من کرد، بعد گفتش که خب حالا فعلا یه آمپول بده بزنم دردم ساکت بشه تا شنبه برم شی دکتر درست حسابی. یعنی واقعا من حسش رو خوندم، اصلا به من اعتماد نداشت، چون تصور مردم اونجا این بودش که کسی باید دندون بکشه که یه زور بازوی قوی داشته باشه، یک هیکل خیلی قوی داشته باشه که بتونه این کار رو انجام بده. و خب به هر حال اینجور اتفاقا خب زیاد میافته. مطمئنم که البته این اتفاقا باعث نشد روی کردتون نسبت به فعوضی، اما نه همچنان دوست داشتم. حتی یادم دوره تر هم که تموم شد، من رفتم توی دنبال جاهایی بودم، یعنی اصلا برام مهم نبود کدوم منطقه تهران، برام فقط مهم بود که یه جایی برم که پرمریض باشه. حتی یادمه مثلا بهم گفتن یافت‌آباد مثلا یه درمانگاهی هستش که خیلی پرمریض، مثلا میدون آزادی یه جایی های درمانگاهی هستش که همه جور مریض داره. یعنی من واقعا دنبال این بودم که خب کار کنم و یه تجربات بیشتری رو به دست بیارم. و یادمه که در نهایت حالا رفتم پیش یه آقای دکتری، یه درمانگاهی داشتن که به من گفتن که ببین اینجا من مریض های خودم رو دارم، ولی دست به تیغ، یعنی همون چیزی که خب من دوست داشتم. انواع و اقسام جراحی ها رو انجام میدادن، مثلا یادم اون موقع مثلا خب ایمپلنت خیلی کار میکردن و خیلی از کارهای حالا جراحی های خیلی سنگین رو، و یادم به من گفتن که خب من مریض های خودم رو دارم، ولی اگر دوست داری که نگاه کنی و یاد بگیری خب بیا، ولی اینکه خودت مریض داشته باشی و اگه بخوای به درآمد فکر بکنی نه، اینجا خب مریض گذری نداره. میخوای بیای؟ گفتم آره میخوام بیام. و یادمه که خب میرفتم پیش ایشون و واقعا ایشون با یه سری تجربیات کلینیکی حاضر و آماده و شسته رفته عین یک لقمه آماده در اختیار من گذاشتن. و من یادم سال 85 خب ایشون ایمپلنت انجام میدادن، من نگاه میکردم، یاد میگرفتم، ایمپلنت میذاشتم، جراحی های دندون عقل میکردم، بعد یواش یواش اونجا دیگه مریض های خودم رو داشتم و اعتماد اون در واقع اطمینانی که ایشون به من میداد، همیشه من میگفت کار کن من هستم، اگر به مشکل خوردی من هستم. البته خیلی من الان توصیه نمی کنم اینو، به خاطر که همیشه اعتقادم بر اینه که اینو دارم میگم که اگر الان اومدم تو فیلد زیبایی و اینقدر محافظه‌کارانه و کانزرواتیو برخورد میکنم، حالا نمیدونم آدم وقتی سنش بالاتر میره شاید در واقع تجربه باعث میشه که کمی عاقل‌تر بشه. من واقعا الان اگر عقل یعنی اون موقع اگر عقل الان رو داشتم هیچ وقت نمیرفتم مثلا جلسه اول 8 تا ایمپلنت بذارم فول ماس برای یه بیماری، حالا اگر اون به مشکلی نخورد من شانس آوردم. یعنی همیشه اعتقادم بر اینه که اول آدم باید اطلاعات آکادمیکش رو قوی کنه بعد وارد در واقع کار عملی بشه.
در نهایت بعد از اینکه همه کارها رو کردم، حالا مثلا یه تایمی هم اندو، حتی دوره‌های اندو رو رفتم، به این نتیجه رسیدم که کاری رو انجام بدم که اشراف کامل درش دارم، یعنی بتونم همه جوره پاسخگو باشم. و این شد که استتیک رو شروع کردید. در واقع علاقه ای که از ارتودنسی شکل گرفت و در ادامه به سمت جراحی میل پیدا کرد، نهایتا رسید به ایستگاه کار زیبایی و استتیک. خام، تو اون چیزی که ممکنه بیشتر برای بینندگانمون پیام داشته باشه انگیزه هاست. این که خانم خدابندلو با علاقه به جراحی کار حرفه‌ایشون شروع کردن، حالا تجارب زیادی رو تو اون زمینه بالا اون پوزیشنی که داشتید کسب کردید، اون منتور خیلی کمک کرد که اعتماد به نفس پیدا بکنید تو کار جراحی و بیشتر در واقع کار جراحی رو بهش متمایل باشید. میخوام از این صحبت بکنیم که چطور تغییر اتفاق افتاد، چی باعث شد که به مرور میل پیدا بکنید به کار استتیک و در واقع بیشتر متمرکز رو این فیلد کار حرفه‌تون رو سامان بدید. در مورد انگیزه ها میخوام صحبت بکنید. خانم دکتر، من یادمه که یه دوره‌ای بعد از حالا اینکه حالا طرحم تموم شد و وارد حالا کار شدم، یه دوره‌ای رفتم، یعنی توی انجمن جزء حالا قسمت حالا یه فعالیتایی توی انجمن عمومی داشتم و توی کنگره ها، کارگاه ها، بازآموزی ها همیشه خب به هر حال مسئول اجرایی اینا بودم و یادمه که چندین بار مثلا کارگاه های زیبایی رو با دکتر امامبالی داشتم، با آقای دکتر یزدانی داشتم. خیلی علاقه من شده بودم اون موقع، داشتم فکر میکردم که خب مثلا چقدر خوبه، مثلا اینم جزء یکی از کارهای مورد علاقه منه. بعد حتی مثلا تو کلینیکایی که کار میکردم، یعنی یادمه که اون موقع شاید مثلا این مسئله مال ساعت 11 سال پیشه توی تهران توی کلینیکی کار کردم که متخصص ترمیمی اونجا تقریبا این کار رو انجام میداد. همیشه میرفتم بالا سرش نگاه میکردم، یاد میگرفتم. بعد یادمه که رفتم مثلا آناتومی رو یاد گرفتم، بعد دوره هاشو رفتم. یادمه که اولین دوره‌ای که رفتم دوره آقای دکتر یزدانی بود، آقای دکتر امامبالی رو بارها شرکت کرده بودم. بعد در کنار کارهای دیگه در واقع زیبایی رو دنبال می‌کردم، مثل الان نبود که حالا خیلی به شکل متمرکز روی این قضیه باشم. یادم به بعد از اینکه حالا تصمیم گرفتم که بعد از حالا مثلا تقریبا 6 سال پیش بیام قزوین، اونجا یادمه که شروع کردم به حالا کارهای زیبایی برای بیمارام انجام میدادم. اون موقع یه دوربین سونی اریکسون داشتم، هیچ اینستاگرامی هم نداشتم، برای خودم از کارهام عکس مینداختم. یه دوربین سونی اریکسون کوچیک بود که مثلا این قضیه مثلا شاید والا 7 سال پیش بود که من از کارام عکس مینداختم، همینطوری فقط مثلا بیفور افتراشو با هم دیگه مقایسه میکردم، فقط برای خودم بود. توی مسافرتی که رفته بودم، صفحه اینستاگرام من که همین صفحه که الان هست، یه صفحه در واقع شخصی بود، یعنی من عکسای شخصیم توی اون صفحه بود، عکسای مسافرتام بود، یعنی اصلا صفحه کاری من نبود. همینطور که هی برای مریضا کار میکردم، این مریضای من بودن که برای من هی مریض میفرستادن، تا اینکه من یک مریضی داشتم، یه آقایی بود از اهواز یادم به اون موقع کار منو دیده بود و اومد پیش من. حالا نمیدونم ایشون شغلش چی بود، ولی یادمه که بعد از اینکه من در واقع کارشون رو انجام دادم و ازش عکس انداختم، به من گفتش که خانم دکتر امکانش هستش که عکس من رو بذارین تو صفحه اینستاگرامتون، من میخوام توی نمیدونستیشون صفحه من، حالا صفحه کاری نیست، که من حالا یه سری صفحه دارم میخوام که دوستانم رو تگ بکنم و اینا. بعد خب من اون موقعم خیلی آشنایی نداشتم، فکر نمیکردم که صفحه پرایوت باشه، همچین چیزی امکان نداره. ایشون گفتن که باید صفحتون رو در واقع از پرایوت خارج کنید، پابلیکش بکنید که ما بتونیم این کارو انجام بدیم. که من یادمه که خب مثلا عکس ایشونو گذاشتم، چند تا عکس دیگه هم در کنارش گذاشتم، بعد فکر کردم صفحه‌مو که پابلیک کردم، عکسای دیگرم برداشتم از توی صفحه عکسای شخصی خودمو و همونجا شد که این صفحه من شکل گرفت. یعنی در واقع با کار ایشون که حالا انجام دادم، بعد چند تا کارم از قبل داشتم، عکسای خیلی با کیفیتی هم نبود، یواش یواش همینجوری برای خودم می‌ذاشتم این کارها رو، تا اینکه همون صفحه الان رسید به اینجا و همین کار رو به شکل حرفه‌ای دنبال کردم. من برداشتم اینه، پس اون چیزی که انگیزه ایجاد کرد اکسپوژرتون در معرض حالا کارگاه‌ها و همکارانی بود که متمرکز روی این فیلد بودن و دیدن اون کارها این انگیزه رو داد که خب منم تو این فیلد میتونم تماما عمل بکنم و واردش شدید. از اون زمانی که این تصمیم رو گرفتید بعد چه اقداماتی دنبال شد؟ میخوام میگم که من امروز تصمیم میگیرم یا امروز حسم اینه که من روی این کار توان خوبی دارم
میتونم از این پرکتیس به عنوان در واقع مزیت حرفه‌ایم استفاده بکنم، تمرکز کار آفیسم رو بذارم رو این فیلد. از زمانی که این تصمیم رو گرفتی تا به امروز میخوام ببینم که برای اینکه تو این زمینه بهترین خودم باشم چه اقداماتی خواهم تو رو انجام دادم؟ ببینید آقای دکتر، واقعیتش اینجا بود که من وقتی شروع به این کار کردم و وقتی قدم‌های اول رو برداشتم دیدم چقدر دارم بازخورده خوب میگیرم. شاید مثلا من وقتی وارد قرض میشدم نه اونجا درس خونده بودم، نه کسی منو میشناخت، نه لینک بودم با پزشکای دیگه، ولی یه دفعه دیدم از همه جا مریض دارم، یعنی فقط مریض‌های من هی دارن مریض برای من میفرستن. حالا اون موقع اینستاگرام به اون شکل نبود میگم، ولی فکر کردم که چقدر خوب میتونم مثلا این رضایت رو به دست بیارم از طرف مریضان و خیلی خوشحال بودم از اینکه خب انقدر بازخورد خوبی تو کوتاه مدت گرفتم. یعنی یادم مثلا سال اولی که من رفتم اونجا با اینکه واقعا از صفر شروع کرده بودم، از اصفهان، از ایلام، از زندان، از همه جا من مریض داشتم و همه همینطور معرفی کرده بودن و خب فکر کردم که خب این تنها رشته‌ایه که میتونم به معنای واقعی کلمه روش اشراف داشته باشم یا بتونم همه جوره پاسخگو باشم. میخوام بگم که اگر واقعا عاشقانه به این کار نگاه کنی و یه همچین دیدی داشته باشیم، به نظرم توی دراز مدت قطعا جواب بود. خیلی ممنونم خمدلتو از پاسخت. خب تو وقتی به من میگید که خیلی خیلی بیماران زیادی ارجاع دادن بیماران قبلیتون و خیلی شلوغ شد مطب توی بازه کوتاه، من این نتیجه‌گیری معمولا دارم حتما پشت این روایت. نمیشناسم همکاری رو که پرکتیس خیلی زود روش بکنه و در کنار دانش حرفه‌ایش تعاملش با بیمار خیلی خوب و متفاوت نباشه. خب میگم در واقع دو تا بال من میدونم برای بیزنس موفقی که اون مهارت و دانش نظری بالا که کمک میکنه کار پرفکت انجام شه و دوم تعامل خیلی خوب و سازنده با بیمار. این جزء به اندازه اولی اهمیت داره. قطعا وقتی میگید که خیلی سریع رشد کرد مطب، من باید بندی و نتیجه‌گیری باشه که توی تعامل با بیمارتون خیلی خوب هستید. فضای مطبتون روایت میکنید چطور اتفاق میفته؟ بیماری که میاد وقتی که تنظیم میشه توی تعامل با بیمار چطور هست سیستم کار مطب شما؟ آقای دکتر، من اعتقاد دارم جلسه مشاوره جزء یه پوینت خیلی مهم در واقع محسوب میشه برای من. من جلسه مشاوره رو واقعا اینطوری نیستش که فقط دهان بیمار رو باز کنم، نگاه کنم، فقط تشخیص بدم این کیس زیبایی هست یا نه، بهش وقت بدم. مریض رو میشنوم. ببینید خیلی وقتا چیزایی که مریض برام میگه خیلی تکراریه. همه ما باهاش تا آخرش میریم. یعنی تا شروع به صحبت میکنه قشنگ میدونیم این چی میخواد، چی داره میگه، ولی خب برای ما قطعا تکراری خواهد بود. ولی من میذارم بگه، یعنی هر آن چیزی که حالا فکر میکنم شاید خسته بکنه منو و شاید تکراری باشه، ولی تا آخرش میشنوم. و خیلی وقتا ما وقتی که در واقع این بها رو به مریض میدیم که کاملا حرف بزنه، اصلا شاید خیلی وقتا متوجه بشیم که اصلا این شاید این کیس اصلا کیس اصلا درخواست بیمار از من اصلا کار زیبایی نیست. این مریض تمام ناراحتیش فرضاً از یه رنگ دندونه، با یه درمان خیلی ساده تر جواب میگیره. ممکنه من بهترین کار هم برای این انجام بدم، اگه درست نشنومش بلافاصله برای این بیام مثلا یه کار لامینیت بذارم، کامپوزیت ونیر بذارم و کارشو تموم کنم، در نهایت بهترین کارم براش انجام بدم، ممکنه این ناراضی باشه برای اینکه اصلا نفهمیدم این چی میخواسته. به نظر من منیج خوب برای کار زیبایی فوق العاده مهمه و اعتقادم برای اینه که در این حال که خیلی ساده به نظر میرسه خیلی کار پرچالشیه، به خاطر اینکه سلیقه بیمار توش دخیله. خیلی وقتا ممکنه درد سرساز بشه، مریض خودش به تنهایی نظر نمیده راجع به خودش، ممکنه راضی بره ولی در نهایت اطرافیانش اینو باش طوری صحبت بکنن که برگرده. و به نظر من همه صحبتامو روز اول با بیمارم میکنم در ارتباط با مثلا آناتومی براش توضیح میدم، یعنی کاملا معتقدم که اینجا سلیقه بیمار نباید دخیل بشه و اینها رو قبلش براش میگم، چون وقتی قبلش برای بیمار توضیح میدی اسمش توضیحه، ولی اگه بعدش بیای بگی هر چقدر بگی دیگه میشه توضیح. یعنی کامل، یعنی من واقعا مشکلی با بیمارام ندارم اصلا، یعنی اینکه مثلا بعدم باشون به درد سر بیفتم نه. اگر بیمار از من درخواست غیر منطقی بخواد کارشو شروع نمی کنم،
یعنی باش صحبت میکنم که مثلا این در حوزه کاری من نیست، اون چیزی که شما از من میخواین. فرضاً یه کار غیر طبیعی، رنگ‌های بیبیچه غیر حالا نرمالی که الان خیلی شایع هست و حالا گرفتار مد شدیم و خیلی ها دوست دارن. یعنی من همه یه صحبتام قبلش با مریض تموم شده است، واسه همین چون مریض خبر داره که من دارم براش چیکار میکنم. و الان چون کاملا همه، یعنی الان اعتقادم برای اینه که وقتی که شما دارید توی یک سبک خاصی کار میکنی، اون مریض برای اون سبک خاص شما میاد. من الان دیگه مریضی ندارم که بیاد از من یه کار مصنوعی بخواد، سفید غیر طبیعی بخواد. مریض از راه دور میاد برای اون تکسچره، برای اون افکته. این برای من خیلی ارزش داره. یعنی مریض رو هر چقدر به نظر من اورینتر بشه، اتفاقا درد سر ما کمتره. برخلاف اون چیزی که میگن اگه مریض آگاه باشه ممکنه برای شما درد سر ساز بشه، نه اینطوری نیست. هر چقدر مریض من آگاه تر بشه و بدونه برای چی اومده پیش من و من قراره که براش کاری انجام بدم، این ارزش کار منو کاملا فهمیده و میدونه. حالا من نه یه پزشک دیگه، و تقریبا میتونم بگم که اصلا به مشکل نمیخورم. خیلی مهم این چیه فرمودید. من خودم شاید در واقع اینم بیانی که من خیلی اوقات به همکاران دارم میگم که عمده تعامل شما واقعا همونطور که میگی تو جلسه اولیه شکل میگیره. خصوصا این در مورد درمانهای اهمیت بیشتری داره که یا بار استرس بیشتری برای بیمار داره یا درمانهای پرهزینه تر هست. حتما بیمار توی این درمانها پروسه تصمیم گیریش پروسه زمان برتریه. توی درمانهای اینجوری معمولا بیمار مدت زیادی فالو میکنه، حالا همکاران متعدد رو، ممکنه معاینات متعدد رو برنامه‌ریزی بکنه. چرا؟ چون طبعا درمانی که پر استرسه، مثل درمان مثلا فول ماسک تو کار من یا درمان استتیک تو کار شما، درمانیه که پروسه در واقع ارزیابی تا تصمیم برای بیمار پروسه زمانبریه. تو این نوع درمان ها چون بیمار جاهای مختلف مراجعه کرده، حالا ممکنه حتی طرح درمان های مختلف هم دریافت کرده، وقتی تو اون جلسه مصاحبه و مکالمه میبینه این مکالمه اول صادقانه است و دوم وقت برش گذاشته میشه، دقیقا همینطور که میفهمید بیمار شماست. یقین داریم که بعد از این مکالمه بیمار این تفاوت رو خیلی خوب احساس میکنه و وقتی این حسنیت رو میبینه و اون صرف وقت رو میبینه، معمولا بیماریه که دیگه ممکنه دیگه جای دیگر رو برای دریافت تردم مراجعه نکنه. این تعامل خیلی اهمیت داره و همونطور که فرمودید واقعا چالش بعدی رو چقدر کم میکنه. این که شاید زمان 4-5 دقیقه بیشتر از معمول نیاز به زمان داشته باشه، ولی اثر خیلی چشمگیر میذاره و خیلی خیلی چشمگیر وقتهای بعدی رو برای شما ممکنه سیو بکنه. اینی که همینطوری فهمیدیم حتما توصیه این هست که رو اون جلسه خیلی وقت بیشتری بگذاریم تا اون اعتماد شکل بگیره. این اعتماد اون سرمایه اصلی هست که بعدها بیماران بعدی رو براتون دقیقاً گارانتی میکنه. خیلی ممنون از گفتن این پوینت. خب تو شما به عنوان همکار دندانپزشکی که یه فیلد خاص رو متمرکز شروع کردید و دنبال کردید توی کار حرفه‌ایتون، امروز خانم دکتر خدابندلو رو همه همکاران من به عنوان کسی میشناسن که در کار استتیک پرفکت کارش. این خیلی گین بزرگیه برای همکار. چرا؟ چون شما وقتی درمانتون رو فیلتر میکنید چند تا انتفاع رو ازش بهره میبرید. اول اینکه کار رو انتخاب کردید که توش اکسپرتید و وقتی زمان بیشتر صرفش کردید یه کانسپت بهتری نسبت به درمان شکل میگیره در فرد و این کمک میکنه خیلی خیلی رضایت من از درمانی که انجام میدم بهتر باشه. طبعا از طرفی بیماران شما هم وقتی شما رو متمرکز روی فیلد میبینن اعتماد رو خیلی بهتر شکل میده براشون. میدونن در ستینگ درمانی کسی نشستن که تو اون زمینه حرفه‌ای هست. میخوام به من بگید بعد از این چند سالی که متمرکز هستید خودتون به نظرتون چه نتایج مثبتی رو براتون داشته این فیلتر شدن درمان؟ جدا از اون حس خوبی که دریافت میکنید، میخوام ببینم رو خروجی کسب و کار خانم تو خدابندلو چه اثری رو گذاشته. به عنوان مطب امروز چه کمکی رو کرده بهتون این فیلتر کردن درمان؟ من زمانی که در واقع اصلا با این تصمیم نرفتم که بخوام فقط یه فیلد خاصی داشته باشم، یعنی یادمه که همزمان کارهای دیگه انجام میدادم، اندو انجام میدادم، همزمان جراحی هم باز انجام میدادم، ولی تعداد مریض های زیبایی من دیگه به حدی رسیده بود که دیگه من دیگه آره فرصت نمیشد من به کارهای دیگه بپردازم. یعنی مریض های دیگه رو یا ریفر میکردم یا همکاران دیگه کمک میگرفتم توی مطبم
که یعنی در واقع الان که دارم فکر میکنم اتفاقا خیلی خوبه، به جهت اینکه شما وقتی چند تا کار رو داری انجام میدی و متمرکز نیستی، مثلا الان مریضم اندوه، بعدی ترمیمه، بعدی این مغز موردم باید سویچ کنه که الان هی داره عوض میکنه دیگه، الان شما باید بری از اندو باید وارد در واقع کار ترمیم بشی، باید بری جراحی کنی، خب این خیلی کار رو سخت میکنه. فیلتر کردن این کمک رو میکنه که شما متمرکز باشی، نظم بگیره و تمام در واقع فیلد کاری طوریه که با یک نظم خاصی جلو میری، هم دستیارا، هم برنامه کاری مطب، مریض ها، تایمی که به بیمارا میدیم یه تایم مشخصیه. مثلا من برای کار زیباییم به شکل دیفالت منشی من میدونه برای کار دایرکت هم 9 ساعت وقت میذاره، دو جلسه پشت سر هم، بله، یعنی یه صبح تا ظهر، فرداش هم یه 2 ساعت اضافه میکنه برای مثلا کار پالیش. یعنی من هیچ وقت پالیش رو هیچ وقت تو یک جلسه انجام نمیدم و خیلی جالبه که خب من هیچ وقت کارامو یک جلسه انجام نمیدم. اولش خب مریضایی که راه دور میان یکم براشون سخته، باید یه شب بمونن، هتل بگیرن یا مثلا حالا این داستان ها، ولی در مجموع با همه سختی هاش میمونن، یعنی هیچ وقت زیر بار این قضیه نمیرم. ولی خب منظورم اینه که برنامه مطب خیلی منظمه، همه میدونن که باید به چه سیستمی برن جلو. این سال میخواستم حالا عنوان بکنم، خوب شد که اشاره کرد. میخوام ببینم یه روز کاری در مطب خامه‌طور معمولا چطور تنظیم میشه، چه ساعت شروع میکنید، چه ساعت خاتمه کارتونه، و تو این بین حالا الان فرمودید یه بخش روی بیمار دایرکت، خب بیماری که وقتگیر هست براتون، یه روز کاری رو میتونید توصیف بکنید برامون تو مطب؟ من معمولا صبح کار میکنم، مثلا ساعت 8:30 صبح شروع میکنم، چون فهم کنم که همیشه تو نور طبیعی بهتر میتونم حالا هم انتخاب رنگ داشته باشم، هم خب به هر حال خیلی فرشترم، و تا ظهر به یک مریض، یعنی من روزی یه دونه مریض بیشتر نمیبینم، یعنی امکان نداره که من مثلا یه مریض رو نصف نیمه ببینم بعد دوباره یه مریض دیگر قبول کنم، اونم تا یه جایی ببینم بعد دوباره برم همه اینا رو. یه مریض کامل یعنی مثلا صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر یک بیمار، فردای اون روز 2 ساعت بهش وقت میدیم برای پالیش، چون اعتقاد دارم که پالیش رو نباید تو یک جلسه انجام داد، ادامه اون تایمی که میمونه رو شروع میکنم برای یک بیمار دیگه به این شکل، ولی یک مریض بیشتر نمیبینم. یعنی الان که شرایط کرونا شده، شرایط من با قبل از کرونا هیچ فرقی نکرده، من همچنان سالن انتظارم کسی نمیشینه عموما اگر سر وقت بیام. ما همه کار استتیک رو وقتی خروج رو میبینیم میگیم چه کار قشنگی، چه کار دوست داشتنی، چه کار خوبی. میخوام خامتور خودمنده به قمار کسی که اکسپرتن تو این زمینه از مشکلات این کار هم به من بگن. کار استتیک چه چالش هایی رو داره تای روز؟ از همه چیز، از خستگی که ممکنه ایجاد کنه. میخوام تجربه کسی که تو این زمینه اکسپرت هست رو منتقل بکنیم به مخاطبینمون. مشکلات کار رو هم میخوام باهاش آشنا بشیم. ببینید کار زیبایی چون سلیقه بیمار توش دخیله، کلن میتونه خیلی پرچالش باشه. من دارم میبینم که همکارای من خیلی درگیرن با مریضاشون، ولی همین نکته که خدمتتون گفتم، اگر واقعا همه سنگا باز بشه با مریض قبل از شروع کار، مشکلات خیلی کمتر میشه. و اینکه من چرا اصلا 2 جلسه کار میکنم، برای اینکه اعتقادم بر اینه که هیچ وقت هیچ پزشکی نمیتونه تایم ششم بشه، مثلا ساعت ششم کاریش، ساعت 5 کاریش با مثلا اول صبحش یکسان باشه، چشم خسته میشه، مریض همکاری لازم رو نداره و من فردای اون روز هم خودم فرشم، هم مریض چشمم بهتر میبینه و دقت بیشتری دارم و تمام اون ریزکاری ها رو همیشه میذارم برای جلسه دوم. ضمن اینکه در حین کار هم توی مثلا جلسه اول چندین بار از مریضم عکس میندازم و اعتقادم برای اینه که اصلا کار زیبایی بدون دنتال فوتوگرافی اصلا معنی نداره. دنتال فوتوگرافی اصلا منظورم عکس های مثلا حالا آرتیستیک اینستاگرامی نیستا، اون عکسی که شما به شکل حرفه‌ای میندازی با لنز ماکرو، مثل یک استاد برای تو برای من عمل میکنه. یعنی عملا من وقتی که دارم با لنز ماکرو عکس میندازم، وسط کارم مثل در واقع یک استاد به من اشکالات کارمو میگه. شاید بارها مریض رو آپرایت کنم، ازش عکس بندازم، خستش کنم، ولی خب در نهایت در نتیجه کارم راضی خواهم بود. بین روز اول و دوم آیا دوام عکس رو در واقع اصلا میذارم کار دوم؟ وسط کارم همیشه عکس میندازم، چون مریض به هر حال تو زاویه 45 درجه ما داریم براش کار میکنیم. ممکنه که اگر با همون زاویه کارو تموم بکنیم، بعد از اتمام کار متوجه بشیم که خیلی از کارا، خیلی قسمت‌های کار ممکنه ایراد داشته باشه. من همیشه بعد از مثلا اتمام تقریبا فینیشینگم، وقتی کارم به جایی میرسه، از مریض عکس میندازم، تو صفحه مانیتور نگاه میکنم و تمام اشکال توی صفحه که دارم نگاه میکنم، اشکالاتمو توی دهان بیمار قبل از اینکه پالیشمو شروع کنم برطرف میکنم.
مریض رو با یک شکل اوف کانتورینگ اولیه و حالا در حدی که مثلا حالا اذیتش نکنه میفرستم بره، فردای اون روز که میاد مجددا دوباره شروع به کار میکنم، باز چندی بار عکس برداری میکنم و تا حالا کارم رو به اتمام برسونم. و معتقدم که در واقع فوتوگرافی دقیق، یعنی با لنز ماکرو، مثل یه شمشیر دولبه است. یعنی هم میتونه خیلی ریزکاری ها رو خیلی قشنگ نشون بده، حالا مثل تکسچر ها، مثل افکت ها، و در این حال هم میتونه خیلی در واقع پرچالش باشه، اون اشکالات رو خیلی اگزاجره تر آره به نمایش بذاره. مرسی خانم دکتر، ممنون که الان هم در واقع آموزش تئوری رو همکاران من دارن دریافت میکنن، دیتیل کار رو تو این زمینه دارن از شما میشنوم و خیلی خیلی ممنونم بابت انتقالش. خب تو فیل حرفه ما سرعت تغییر خیلی زیاد شده، هر سال مواد، متریال جدید، روش‌های جدید معرفی میشه و ما هم ناگزیریم خودمون رو سینک بکنیم با این تغییر. میخوام از نگاه شما بدونم، خود شما خود خدابندوی عزیز چطور خودشون رو و مهارتشون رو سینک میکنن با این تغییرات؟ پروسه آموزش و یادگیری که هممون خودمون رو توش درگیر میکنیم در مورد شما چطور اتفاق میفته؟ از کدوم کانال ها اطلاعات جدید رو دریافت میکنید یا مهارت های جدید رو اکتساب میکنید؟ کلاس های آموزشی یک امتیاز خیلی مهمی که برای من داشت این بود که باعث شد من خیلی مطالعه کنم، یعنی رفرنس های مختلف رو بخونم، مقالات مختلف رو بخونم. بابت هر کلاس آموزشی که تا به الان دارم تا به حال نشده که قبل از کلاس مطالعه نداشته باشم، یعنی فکر کنم با همون اطلاعات قبلی دارم میام جلو. و الان باید بگم که شاید الان کلاس های آموزشی که برگزار میکنم نسبت به دوره های اولی که برگزار میکردم خیلی فرق کرده. یه دلیلش هم واقعا خود شرکت کننده ها، خیلی وقتا سوالایی که پیش میاد باعث میشه من برم راجبش بخونم، مطالعه کنم تا بتونم پاسخگو باشم. خب من خودم پیج شما رو مدت از فالو میکنم. ببینم تو زمینه کار استتی پیج شاخص و مشخصی هست که خیلی ازش ایده گرفته باشی، خیلی دنبالش بکنی. دندان پزشکان برزیلی و ایتالیایی، دکتر فیلیپ بزرا، آقای دکتر دوال، اینا کسایی بودن که من خیلی ازشون یاد گرفتم. یعنی یادم کارهای دکتر فیلیپ بزرا رو من بارها و بارها ازش عکس مینداختم، میکشیدم، کاری که الان دارم سر کلاس میکنم با بچه ها. یعنی فکر میکنم که اگر شما اون مهارت دستفرزیتون رو توی فضای دو بعدی تقویت بکنید، بعد میتونید برید تو فضای سه بعدی با کامپوزیت درش بیارید. و باش در ارتباط بودم، کامپوزیت هایی که استفاده میکرد رو میپرسیدم، کاری که انجام میداد. ایشون هم خیلی به من کمک کرد اتفاقا. آناتومی بسیار قوی دارن کلا دندان پزشکان برزیلی، علل خصوص ایشون به من خیلی ایده های خوبی داد. تو جراحی هم خیلی جراحان قابلی دارن، اتفاقا تو فیل جراحی هم کسانی که دوست دارن فالو بکنن پیج هایی رو و ازشون جزئیات و دیتیل رو تو پیجشون دنبال میکنن، معمولا همکاران برزیلی خیلی تو این زمینه خوب عمل میکنن و خیلی خیلی خصوصا تو این سالهای گذشته خیلی صفات خیلی خوبی داریم که اتفاقا محتوای خیلی عالی رو شیر میکنن و خیلی با سخاوت بیشتر معمولا میتونید ازشون دریافت بکنید. خب تو از زمانی که کار تخصصی دارید دنبال میکنید، سایر درمان بیمارانتون رو معمولا چطور باشون برخورد دارید؟ ارجاع میدید تمام درمانهای دیگر رو به همکار دیگری، یا آیا تو مطب خودتون همکاری در کنارتون کمک میکنه برای سایر درمانها؟ یه تایمی بله، یه همکار مثلا حالا متخصص بود که کارهای من رو انجام میدادن، کارهای تخصصی مثل اندو حالا یا مثلا ارتو، ولی الان در حال حاضر نه، در حال حاضر ریفر میکنم. و فکر میکنم که حتما یک کسی که حالا داره کار زیبایی میکنه حتما باید لینک بشه با یک ارتودنتیست، با یک پریودونتیست اگر کارهای جراحی خودش نمیکنه، و کاملا بتونن با همدیگه دوست باشن. خیلی وقتا خیلی درمانهایی که به هر حال مریضهایی که به ما مراجعه میکنن کیسای ارتو هن، و شاید مثلا فرضاً یه مریض فقط یه دیاستم داره، نیازی نداره که مثلا فانکشنش خیلی تغییر بشه، یه دیاستم مثلا 3 میلیمتری داره که نمیشه براش کار زیبایی انجام داد، نه مریض میتونه در واقع وقتی میفرستیم برای متخصص ارتو ایشون دوباره ریفر میکنه برای من و میگه که من به خاطر یه دیاستم ممکنه مثلا عوارضی رو در واقع داشته باشه، ولی میتونن در واقع با هم دیگه این لینکو بشن که توی مدت خیلی کوتاه در واقع مثلا به اون میزان قابل قبول فرزن برسونن این دیاستمو و دوباره ارجاع بدنش به من. و از این سیستم نچه خیلی بهتره.
توی به روند کارتون، حالا توی مطب بیشتر در واقع میخوام بدونم که الان دارید کار تخصصی ترمی و استیک رو انجام میدید، دوره های شما میدونم که خیلی مخاطب داره، دوره های آموزشی که دارید برای وینر های کامپوزیت جز دوره هایی که خیلی خیلی سریع معمولا همکاران ثبت نامشون انجام میدن و میدونم که برای مدت طولانی هم رزرو دارید برای منظور. این حس خیلی حس خوب میده وقتی درگیر کار آموزش هستید. قطعا این توصیه که حتی خیلی از همکاران متخصص هم ممکنه امروز روکتشون باشه که مثلا دانشگاه اگر نبودم و نماندم میتونم بیرون از دانشگاه به اون وجه از توانمندی بپردازم، یعنی آموزش رو برم دنبال کنم و اون حس خوب رو ازش دریافت بکنم. خود شما روکت و نگاهتون نسبت به دوره تخصص چیه؟ به عنوان همکار دندانپزشک عمومی خیلی موفق این از شما میپرسم، چون پاسخ شما ممکنه برای خیلی از همکاران دندانپزشکی دیدن بتونه ایده خوبی بده. آقای دکتر، من اعتقادم برای اینه که ما در، حالا نمیتونم بگم کشور، بیشتر خوبه که بگم در فرهنگی زندگی میکنیم که دگری مهمه. یعنی شما هر چقدر هم که یک دندانپزشک عمومی موفق باشی، ممکنه به واسطه اون اسم دگری و تخصص شاید اگر داشته باشی خیلی موانع و راحت‌تر پشت سر میذاری. من در ارتباط با حالا تخصص فکر میکنم کسی حالا به هر حال با این هدف تخصص میگیره، یا درآمد بالاست، یا وارد هیئت علمی شدنه، یا فیلد آموزشیه. خب به هر حال هر سه تا اینا رو داشتم، حتی من پیشنهاد هیئت علمی رو هم داشتم، حالا خودم خیلی علاقه من به رفتنش نبودم. پیامی که من الان میخوام بدم اینه که اگر یه دندانپزشک عمومی میتونه تخصص بگیره و شرایطش رو داره، به نظر من باید بره دنبالش. خیلی از دندانپزشکان عمومی من سراغ دارم که واقعا دارن کارشون رو درست انجام میدن، اصولی انجام میدن، ولی خب خیلی ناشناختن، خیلی محجور واقع شدن، شاید به واسطه این تخصص خیلی جاها مطرح بشن. من خیلی دلم برای اینها میسوزه، یعنی فکر میکنم که قطعا اگر این افراد وارد فیلد تخصصی میشدن، توی همون حالا رشته که دارن فعالیت میکنن شاید بهتر شناخته بشن. ما برعکسش هم داریم، همکاران متخصصی داریم که خب واقعا رضایتی ندارن، ولی من فکر میکنم مسیر هموارتر میشه برای کسی که تخصص بگیره، شاید خیلی هموارتر بتونه در واقع این مسیر رو خیلی راحت تر بتونه طی بکنه. یه دندانپزشک عمومی خوب بودن خیلی کار سختیه آقای دکتر، یعنی شما مدام باید خودت آپ تو دیت نگه داری، خطا از دندانپزشک عمومی نباید سر بزنه. من یعنی اگر این اتفاق بیفته در واقع با عنوان یک دندانپزشک عمومی بودن با این برچسب ممکنه که خیلی براش بتام. متوجه پونتی که میفرمایید شدم خانم دکتر، اما حضور خود شما و پرکتیس خود شما شاهد خوبی هست برای اینکه من به عنوان دندانپزشک عمومی اگر کار تخصصی و فیلتر شده رو انتخاب بکنم و تو اون زمینه اعتماد به نفس خودم رو تقویت بکنم و برم عمیق وارد اون در واقع فیلد بشم، دانش تئوریم، نظریم و عملیم رو در واقع افزایش بدم، میتونم خیلی خیلی خوب و خیلی خوب شاید موفق‌تر و بهتر از همکار متخصصم کار انجام بدم. میخوام بگم که تو نقطه مقابل این بیشتر شاید برمیگرده مهارت‌های دیگری که خانم تو خدابندلو دارن در کنار کار حرفه‌ایشون و کمک میکنه پرکتیسشون رو به رشد حرکت بکنه و بتونن اعتماد از مخاطبینشون دریافت کنن. من و شما خیلی خوب ملموسه برامون، ما سرمایه اصلیمون دگریمون نیست، اون اعتمادی و اعتباریه که از بیمارانمون داریم دریافت میکنیم و خب این اعتبار رو دیگه خیلی وابسته به دگری بپذیرید که نیست، بیشتر وابسته است به مهارت‌های شخصی یک فرد. اینی که من شاید خیلی اوقات از همکاران وقتی میبینم یه همکاری موفق، روابط اجتماعی خوبی و میتونه شکل بده، وقتی من میگه تخصص برم اینا، من واقعا همیشه امروز ممکنه پاسخ این باشه که نه امروز نه، امروز شاید منطقی تر این باشه که فاصله خودت رو با بیماران کم بکنی و زودتر وارد در واقع پرسه کار حرفه‌ای بشی، چون همه اون قابلیت هایی که میتونه یه مطلب موفق رو پیش ببره شما دارید. شاید بسته به کیس و بسته به سناریو فرق بکنه، این نمیشه واقعا یه نسخه جامع و یک بارچه داد برای همه، ولی میخوام بگم که از نظر من حضور شما و نوع پرکتیس شما شاهد خوبیه برای این که یه دندانپزشک عمومی خوب بودن کافیه برای این که من رضایت قلبی پیدا بکنم و اعتماد خیلی خوبی رو هم بتونم از جانب مخاطبینم دریافت بکنم. شاید برای چنین همکاری اون سیر چند ساله تخصص و حالا مشکلات و بلا تکلیفی های بعد تخصص
یه عامل بازدارنده خیلی مهم باشه که حتما باید بهش توجه بکنه. در این حال ممنون از اینکه این پاسخ رو صادقانه فرمودید. ممنون از لطفتون خانم دکتر. همینطور این شاید سوال پایانی باشه از حضورتون که برای خود منم خیلی ممکنه جذاب باشه. شما توی این زمینه وارد شدید، حالا تجربه رو هم کسب کردید در کنار کار همکاران و در دوره‌های مختلف. اون همکاریتون با انجمن هم شاید آغاز زمینه ساز بود برای اینکه این مسیر شکل بگیره، اما میخوام از زبان خودتون بدونم چطور اتفاق افتاد که وارد مسیر آموزش شدید، آموزش مهارت‌های تخصصی؟ پیشنهاد آموزش قبل از اینکه اولین کلاس‌های آموزشی مو داشته باشم، شاید مثلا حدود مثلا یک سال و نیم پیشش از شرکت‌های مختلف، از مؤسسات، انجمن‌ها به من میشد. ولی من اصلا هیچ وقت به آموزش فکر نمی‌کردم. اصلا برای من خیلی سخت بود. تا به حال این کار انجام نداده بودم. ورود بهش برام خیلی کار سنگینی بود. اولین بار پیشنهاد اولش یادمه که حدوداً شاید مثلا 2 سال قبل از اینکه اصلا آموزش شروع کنم، از طرف آقای مهندس فلکه بود که به من گفتن که ما کلاس‌های آموزشی بذاریم، ولی خب من دیگه ادامه ندادم و دیگه همونجا تموم شد. اولین کلاس آموزشی که گذاشتم کلاس آقای دکتر کیوان ساعتی بود. به قدر ایشون به من این جسارت و جرأت رو داد، یعنی یادمه وقتی ایشون به من گفت بیا برای کلاس‌های جنوا، کلاس‌های جنوا با این تعداد خیلی زیادی بود و از من خواستن که تو یه جلسه برای حالا کارهای زیبایی برم پیششون و اصلا خیلی سخت بود. قبل از اینکه برم وارد این کلاس بشم، حدودا مثلا یه چند ماه جلوترش آقای دکتر صدری منش داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، جلسات مختلفی رو می‌ذاشتیم، ولی هنوز استارت نخورده بود. ایشون هم با من راجع به همین شروع کلاس و برنامه‌های کلاسی داشتن صحبت می‌کردن که دیگه من اولین کلاسم در واقع یه کلاس لامینیت آقای دکتر ساعتی بود که یه بخشی از کلاسشون رو گرفتم و کلاس جنوا رو از من خواستن که یادمه که برام خیلی سخت بود و آقای دکتر کیوان ساعتی جزء افرادی هستن که یعنی جزء در واقع کسایی که تو زندگی من خیلی نقش موثری داشتن، خیلی زیاد، یعنی منو همیشه خیلی تشویق می‌کردن، یعنی هر جایی که مثلا فکر می‌کردن که مثلا میتونن منو واقعا هول بدن این کار انجام دادن. اون زمانی که تازه شروع به کار زیبایی کرده بودم، رفع اشکالامو همیشه با حوصله و صبوری کامل جواب میدادن و یادم اون روز که رفتم سر کلاس، خب خیلی برام سخت بود یه دفعه مواجه بشم با این تعداد زیاد. ایشون هم سر کلاس حضور داشتن و در کنار من و هیچ وقت اینو بهشون نگفتم، ولی یادمه که هر زمان که من مثلا یه جایی احساس میکردم دارم کم میارم، ادامه صحبت منو میرفتن. واقعا لازم میتونم که اینجا ازشون تشکر کنم. اینو واقعا خیلی به من این جرأت رو دادن و همیشه اون تعریف‌ها و تشویق‌هاشون به من اعتماد به نفس خیلی زیادی میدادن. ولی بعدش به شکل حرفه‌ای و خیلی جدی با آقای دکتر صدری منش شروع شد کلاس‌های من که تا به الان هم ادامه داره. مرسی خانم دکتر. چون نام برده شد از هر دوتا عزیز، امیدوارم که بتونن حالا همراهان این برنامه هم زودتر گفتگومون رو با این دوتا بزرگوار شاهد باشن و این شانس رو داشته باشیم با گفتگوی این دوتا همکار بتونیم نقطه نظرهاشون رو منتقل بکنیم به همکاران دندانپزشکمون. خانم تو یه سوال پایانی داری معمولا؟ یه سری واژه هست که خدمتتون میگم و نوع نگاهتون یا احساستون رو نسبت به این واژه ها به مخاطبینون منتقل میفرمایید. ما فقط شروع کنیم. سال اول، سال 2030 قطعا خداوند برای من برنامه بهتری رو در نظر گرفت. یقینا همینطوره. پاسخ دلنشینی بود. واژه دوم همطور استاد. اولین کسی که میاد تو ذهنم آقای دکتر یزدانیه. استاد یزدانی بزرگ. درود به ایشون. واژه بعد کسی نمیتونه این واژه رو داشته باشه به نظر من. برای خیلی ها هستن، حالا اسم نمیبرم به خاطر که ممکنه جا بندازم، ولی اولین کسی که تو ذهنم میاد ایشونه و فکر میکنم هر کسی نمیتونه استاد باشه. همین که گفتید استاد یزدانی، این واقعا معنای یک استاده، همه چی رو با خودش داره. چهره یعنی که همه همکاران دندانپزشک نامشون رو شنیدن و به نیکی شنیدن و انشالله همیشه در صحت و سلامت باشن. دانشجو از لحظه به لحظه در واقع دوران دانشجویش باید نهایت استفاده رو بکنه، هیچ وقت تکرار نمیشه. واژه بعدی خانم دکتر تبلیغات.
توی پزشکی در چارچوب علمی فقط میپسندم. تبلیغات رو به شکل دیگه توی کار دندون پزشکی به هر قیمتی اصلا دوست ندارم. واژه بعدی سوشال مدیا. هم میتونه آدم رو خیلی بالا ببره، هم میتونه خیلی پایین بیاره. عملا خیلی هم مجازی نیست، حقیقیه. الان دیگه واقعا حقیقیه، واسه همین خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو زندگی فردی و اجتماعی هر کسی. همطور یه بار دیگه تشکر میکنم از همراهیتون. میدونم که امروز خسته کننده یه هم بوده برای شما، از ابتدای صبح درگیر یه کلاس آموزشی پرچالش بودید. پایان گفتگو از اون خواهش میکنم اگر سخنی هست، پیامی هست، احساستونی که بیانش ممکنه کمک بکنه به همکارمون، یه گفتگوی پایانی رو با مخاطبینمون داشته باشیم و بعد از اون خداحافظی کنیم. توصیه من به دندونپزشکای عمومی اینه که اگر میخوان وارد یه فیلد مشخصی بشن، یه دفعه بعد از فارغ التحصیلی فرضاً نیان وارد کار زیبایی بشن. اگر دارن این کار رو انجام میدن، یه سری اطلاعات بیسیک به دست بیارن. و اگر اطلاعات بیسیکش رو نداشته باشن، هیچ وقت تو اون رشته نمیتونن موفق باشن. ما خیلی وقتا دانشجویان دندانپزشکی داریم که فقط تو این فکرن که فارغ التحصیل بشن، یک بار بیان وارد کار زیبایی بشن. خوبه که تجربه توی هر چیزی داشته باشن و در نهایت اون چیزی که فکر میکنن که حالا تسلط بیشتری روش دارن و اشراف کامل دارن از هر نظر، بعد وارد این فیلد بشن، نه اینکه صرفا فقط به هدف یک کار هنری وارد این قضیه بشن. این کار زیبایی رو باید در واقع وجهش رو حفظ بکنیم، یعنی علمی بودن این کار رو هم باید نگه داریم و اینطوری نباشه که هر کسی فکر کنه که اگر دست خوبی داره، اگر نقاش خوبیه، مجسمه ساز خوبیه، میتونه این کار رو انجام بده. لزوما اینطوری نیست. خب تو خیلی خیلی ممنونم از اینکه با حسن نیت پاسخگوی سوالاتم بودید. مطمئنم که گفتگوی شما برای یه جمع زیادی از همکاران دندانپزشکی که تو آستانه تصمیم من، تو آستانه تصمیم برای فیلتر کردن درمان یا انتخاب اون مزیتی که میتونن روش بهتر و موفقتر عمل بکنن هستن، پیام خیلی روشن و مثبتی داره. بازم ازتون متشکرم، براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم. مطمئنم با همین روکرد شما رو هر روز هر روز کارگاه های موفق تر و پربارتر رو برای همکاران خواهید داشت. من از جانب همکاران زیادی که از سمت شما آموزش رو دریافت میکنن ازشون تشکر میکنم. من با تعداد زیادی از همکاران صحبت داشتم و من وقتی همکاران خیلی درگیر پروسه مقایسه ها هستن، معمولا برایشون که دوره خامتو دوره ای که خیلی خیلی مثبت کمک کرده به من برای اینکه بتونم اون فیلد درمانیم رو به شکل حرفه‌ای واردش بشم و اعتماد به نفس پیدا بکنم، و این یقیناً وابسته و متکی است به مهارت شما علاوه بر درمان در امر آموزش. بهتون تبریک میگم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. بینندگان عزیز، باز هم متشکرم از همراهیتون. منتظر اپیزودهای بعدی برنامه باشید. مطمئنم این گفتگوها به شکل جذابتر براتون برنامه‌ریزی خواهد شد و پیش میره. امیدوارم اون نگاهی که داشتیم برای این که بتونه یه ایده نو یا یه نگاه نو رو از میهمان عزیزمون دریافت بکنید، تو این برنامه هم دریافت کرده باشید. کماکان منتظر دریافت انتقادات و پیشنهادات سازندتون هستیم. با ما همراه باشید. درود، خدا نگهدار. همتون خیلی متشکرم.